اداره ملی تعلیمات تخنیکی و مسلکی تیم روباتیکی نداره را که در مسابقه بین المللی کمربند و رای کشور چین مقام چارم را اخذ نموده تقدیر به عمل آورد. امروز سه‌شنبه اداره ملی تعلیمات تخنیکی و مسلکی طی مراسم در شهر کابل تیم روباتیکی نداره را که در مسابقه بین المللی کمربند و رای کشور چین مقام چارم را اخذ نموده از آن در این اداره تقدیر به عمل آمد. غلام حیدر شهامت سرپرست اداره ملی تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مراسمی که به همین مناسبت امروز سه‌شنبه تدویر یافته بود گفت که اخیرا تیم روباتیک اداره ملی تعلیمات تخنیکی و مسلکی در مسابقه بین المللی کمربند و راه کشور چین اشتراک کرده بودند. مراسم امروزی مراسم بود تقدیر از تیم تخنیکی که چندی وقت قبل به نمایندگی از امارات اسلامی افغانستان یا از مردم افغانستان به مسابقه کمربند و راه کشور چین شرکت کرده بود. در این مسابقه 61 کشور و 300 نماینده آنها شرکت داشت که الحمدلله تیمی که ما داشتیم در بخش روباتیک و استانیشن و زرگری اینا مقام آوردن و یکی از بزرگوارایی که در اینجا رفت به حیث داور انتخاب شدید که خودی جای افتخاره که در کنار کشورهای بزرگ قرار میده و چیزایی که اینا ساخته در بخش روباتیک به شما معلومه که برنامه ریزی کرده بوده و مونتاژ کرده و در بخش زرگری چیزایی که در اختیار از اینا قرار داده ساخته شده و در بخش اینستالیشن خود طبعا معلومه که یک نرم افزار اونا چیکار میکنه. در همین حال محمد زکریا عمری یک تن از استادان انستیتوت تکنولوژی افغان و یک تن از اعضای تیم روباتیک افغانستان گفت ما از افغانستان 4 نفر در اوج اشتراک کرده بودیم که خوشبختانه یک نفر ما را وقتی که در اونجا رسید من حیث داور اونا پذیرفتن و داوری گفتن باید کنن. 3 نفر دیگه در بخش مختلف همچون زرگری انستالیشن و در بخش روباتیک اونا مسابقه دادن که خوشبختانه ما تانستیم در بخش روباتیک مقام 4، در بخش زرگری مقام 5، در بخش انستالیشن مقام 15 ما در اونجا بگیریم که در بین 61 کشور جهانی مسابقات رخ داده بود و در بین 61 کشور بود و 300 بیشتر از 300 اشتراک کننده در وجه بود از کشورهای مختلف. در صورتی که امکانات در اختیار ما بیشتر قرار داده شود انشالله وعده میتیم به مردم افغانستان که مقامای همچون اول دوم و سوم انشالله ما داینده خواهد بگیریم. همچنان محمد فریدون بختیاری استاد در انستیتوت تکنولوژی افغان میگوید به مدت یک هفته قبل در مسابقات بین المللی کمربند و جاده کشور چین اشتراک کرده بودیم در بخش ربات های صنعتی و صنعتی. خب در این برنامه از 61 کشور دنیا اشتراک کرده بودند در 18 رشته مختلف که در حدود 300 اشتراک کننده در اونجا رقابت دادند. خب خوشبختانه ما به نمایندگی از افغانستان در این رقابت تونستیم که مقام 4 از آن خود بمانیم. موصوف برای تمام مسئولین بخصوص آنانی که در بخش‌های تخنیکی فعالیت می‌کنند توصیه کرد که یگانه راه موفقیت تلاش و زحمت کشی است. باید کوشش نمایند تا به یک جایی برسند. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق